گروهی از اهالی فوه و کفریا که به اجبار از خانه و کاشانه خود کوچ داده شده اند به پایتخت سوریه وارد شدند. پس از کوچ اجباری شیعیان ساکن دو شهر شیعنشین فوه و کفریا که به مدت چهار سال در محاصره سنی های بودند گروهی از آنان به شهرک سید زینب در ده کیلومتری جنوب دمشق وارد شدند. اهالی فو و کفریا اعلام کردند که مقاومت در برابر تروریسم و چهار سال محاصره به آنان آموخته که چگونه با قدرت در برابر مشکلات زندگی بایستند شیعیان فو و کفریا از مقامهای دولتی خواستند محل اسکان آنان را آماده کنند و وسایل اولیه زندگی و امکانات بهداشتی را در اختیارشان قرار دهند استاندار ریف دمشق تأکید کرد که مراکز اسکان این افراد در روزهای آینده تجهیز خواهد شد. چهارشنبه گذشته نخستین مرحله تخلیه ساکنان و کفریا در استان ادلب سوریه با ورود 121 اتوبوس از طریق گذرگاه الایس در جنوب حلب آغاز شد در پی توافق 26 تیر ماه دولت سوریه و گروه های تروریستی ساکنان فو و کفریا از آن منطقه واقع در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه خارج شدند بر اساس این توافق قرار شد 6900 شهروند محاصر شده در این دو شهر کوچه داده شوم و در مقابل دولت دمشق 1500 زندانی از گروه های مخالف را آزاد کنند. پیش از این توافق سازمان دیدوان حقوق شیعیان بارها درباره کوچه اجباری شیعیان از منازل خود هشدار داده بود.